ایران، سرزمین رشته کوه ها و بیابان ها و زیستگاه بسیاری از گونه های حیوانات، و از این میان یکی همچون شبح از دیده ها پنهان است. یوز ایرانی بسیار مخفی‌کار و اونقدر کمیابه که دیدنش در حیات وحش تقریبا غیر ممکنه. در گذشته قلمروی این گربه بزرگ در سرتاسر آسیا گسترده شده بود، از خاورمیانه تا هندوستان. اکنون تعداد بسیار کمی از آنها باقی ماندند که همگی در ایران زندگی میکنند. ما لب مرز ایستادیم، مرز میان بقا و انقراض یوزپلنگ در کشور. اشباح بیابان، یوزپلنگ ایرانی. این یوزپلنگ تنها یوزپلنگ ایرانی دنیا است که در شرایط کنترل شده در تهران زندگی می کند. کوشی 8 ساله وقتی که یک توله بود از دست یک شکارچی غیرقانونی توسط کشاورزی به نام رضا کوشکی نجات داده می شود. امروز او در محوطه بزرگی در پارک پردیسان تهران نگهداری می شود. برای اینکه کسی نتواند بیش از اندازه به این حیوان گرانبها نزدیک شود، کوشی به صورت شبانه روزی تحت مراقبت ماموران سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این یوزپلنگ به دقت از دسترس دنیای بیرون دور نگه داشته می شود. فقط دامپزشکا و زیستشناسان اجازه دیدار با او را دارند. محمد صادق فرهادی نیا رفتار این گربه‌سانان وحشی را مطالعه می کند. برای آنکه کوشکی از ابتلای به بیماری در امان باشد، او لباس ایمنی بر تن می کند. این زیستشناس 35 ساله از دوران نوجوانی شیفته یوزپلنگ ها بوده است. اونا حیوانات زیبا، با وقار و البته سازگار برای زندگی در محیط هایی با شرایط سختن. دیدن یک یوزپلنگ آزاد در طبیعت شاید یکی از بزرگترین آرزوها و رویاهای هر کس باشه. شما باید از تماشای حیوانی که بسیار مخفی کار و دست نیافتنیه خیلی خوشحال باشید. کوشکی در ایران مورد توجه فراوانی قرار دارد. او به نماد حفاظت از تمام یوزپلنگان تبدیل شده است. اون یه سمبوله، سمبولی که به ما یادآوری میکنه از دست دادن یوزپلنگ چیزی بیش از انقراض یک گونه است. چون ما پیش از این شیر ایرانی و ببر مازندران هم از دست دادیم و دوست نداریم یوزم به همین سرنوشت دچار بشه. سرنوشت کوشکی مقامات رسمی و اشخاص حقیقی را ترغیب کرده تا برای محافظت از آخرین یوزپلنگ ها دست به کار شوند. یکی از آنها انجمن یوزپلنگ ایرانی است که از چندین پژوهشگر جوان ایرانی تشکیل شده است. با کمک تصاویری که توسط دوربین‌های تله‌ای ضبط می‌شوند، آنها موفق شدند که رد این شبح را بگیرند. خال‌های روی پوست این گربه مثل اثر انگشت هستند. از آنها برای شناسایی این حیوانات استفاده می کنند. تا یه سالهای اخیر کمتر از 30 تا یوزپلنگ شناسایی شدند. پیش از گرفته شدن این تصاویر، این تصور وجود داشت که یوزپلنگ حیوانی است که در مناطق بیابانی گسترده‌ای زندگی می کند. ولی اون مثل یک شبح بود. شبحی که هیچ کس موفق به دیدنش نشده بود. برای اولین بار حتی شواهدی به دست آمده است که این گربه ها هنوز زاد و ولد می کنند. اینها تصاویر گرانبهایی هستند که برای انجام مطالعات بیشتر به کار می روند. با کمک دوربین های تله‌ای جدید که قادر به ضبط فیلم هم هستند، پژوهشگران امیدوارند که بتوانند بینش بهتری نسبت به رفتار این حیوان و الگوهای زاد و ولد آن پیدا کنند. سفر آغاز میکنیم. تهران، میاندشت، دره انجیر و بافق.
اکنون زمستان است و نخستین مقصد زیستگاه سابق کوشکی در 700 کیلومتری تهران است. ایران یکی از بزرگترین کشورهای جهان است و بیش از 200 منطقه حفاظت شده دارد که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند. 4/5 مساحت این کشور را بیابان‌های ناهموار در بر گرفته است. اولین مقصد پناهگاه حیات وحشی میان دشت. در اینجا روستاهایی در حاشیه منطقه حفاظت شده قرار گرفتند. بعضی از روستاییان به عنوان محیطبان توسط اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی استخدام شدند. پژوهشگران با حسین هراتی و همکارانش در میان دشت مشورت می کنند. آنها به لطف شغلشان اطلاعات خوبی را برای یافتن یوزها در اختیار می گذارند. تخمین زده می شود که کمتر از 7 یوز در این پناهگاه حیات وحش زندگی می کنند. یکی از دستاوردهای محیط بانان افزایش تعداد آهوان ایرانی طی 10 سال گذشته است. در میان دشت یوزپلنگ این جانور سمدار را به هر صید دیگری ترجیح می دهد. یک آبشخور. گروه پژوهش به رد و پای چند کفدار و گرگ برمی‌خورند. جای پنجه کشیدن احتمالاً متعلق به یک گرگ است. آنها به همراه محیطبانان محل نصب اولین دوربین تله‌ای خود را آماده می‌کنند. کوشکی به دام شکارچیان غیرقانونی افتاده بود. برای پیشگیری از زندگیری و کشته شدن یوزپلنگ ها بیش از 100 محیطبان توسط سازمان حفاظت محیط زیست به کار گرفته شده و آموزش دیدند. در بیابان شما نمیدونین دوربین تله‌ای رو کجا کار بذارین. فضا اینجا بازه. شما میتونین 10 دوربین کار بذارین و دست آخرم شاید نتونین از هیچ یوزی عکس بگیرید. چون یوزا میتونن به هر جایی برن. بنابراین ما باید جاهایی رو پیدا کنیم که یوز پلنگا مرتب به اونا سر میزنن. آبشخورهایی مانند این مکان مناسبی به شمار میرود. ولی دوربین هم باید در جای درستی کار گذاشته شود. این ابزار فقط زمانی به ضبط تصویر می‌پردازد که چیزی در برابر عدسی آن حرکت کند. حتی شب‌هنگام در تاریکی دوربین از نور مادون قرمز برای ضبط تصویر استفاده می‌کند. به همین خاطر تصویر حاصل سیاه و سفید است. یک آهوی ایرانی. یک روباه. و یک دست گرگ. ولی یوزپلنگی در کار نیست. ولی محیطبانان موفق تر بودند به خاطر آنکه آنها هر روز در حال گشت‌زنی هستند. گاهی موفق می‌شوند با گوشی‌های تلفن خود تصاویری را ثبت کنند. یکی از آنها حین گشت روزانه به صورت تصادفی با یک یوزپلنگ روبرو می‌شود. یک فیلم دیگر برخورد کوشکی را با یک یوز وحشی نشان می‌دهد. تا پارسال کوشکی در این منطقه در محوطه اختصاصی خودش زندگی می‌کرد. در آن زمان هنوز این امید وجود داشت که یک برنامه تولید مثل با کمک کوشکی در اینجا راه اندازی شود. یوزپلنگ ایرانی با عموزادی آفریقایش از لحاظ ژنتیکی تفاوت‌های بسیاری دارد. به علاوه آنها کوچکترند و در زمستان موهای بلندی دارند.
زیرا شرایط اقلیمی در مناطق بیابانی ایران نسبت به ساوانای آفریقا سخت‌تر است. سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ شرایط نیمه طبیعی هفته چند نوبت خرگوش زنده در اختیار کشکی قرار می داد تا بتواند مهارت‌های شکارگری خود را تمرین نماید. او فرصت پیدا نکرد شیوه کشتن شکارهای بزرگتر را از مادرش بیاموزد. اگر او را در طبیعت رها کنند، احتمالاً از گرسنگی خواهد مرد. به مدت 5 سال کشکی در این محوطه بیابانی تنها زندگی می کرد. سرانجام او را به یک محدوده محصور در تهران برای انجام مطالعات بیشتر منتقل کردند. در زیستگاه طبیعی او پناهگاه حیات وحش میان دشت، دامداران اجازه دارند در فصل زمستان، گله های گوسفند خود را در برخی مراتع منطقه بچرانند. چرای بی‌رویه دام های اهلی می تواند باعث کاهش منابع غذایی برای آهوان شود. در نتیجه یوزها هم برای یافتن آهوانی که تومی آنها هستند دچار مشکل می شوند. بیشتر چوپان ها به سختی باور می کنند که یوزها در مراتع نزدیک آنها زندگی می کنند. علت آن مخفی کاری بیش از حد این یوز هاست. این جانور غالباً کاری با گوسفندها ندارد. چوپان ها می گویند بیشتر وقتها گرگ ها به گله گوسفندها حمله می کنند. برای مراقبت از دام‌ها در برابر گوشتخاران، هر گلی در حال چرا را تعدادی سگ‌های گلی قوی و خشن همراهی می‌کنند. سگا میتونن دنبال هر موجودی که در حال گشتن در مرتع باشه برن. این موجود متحرک میتونه یه توله یوزپلنگ باشه که در حال چرخیدن در بین بوته هاست و این میتونه مشکل خیلی بزرگی رو برای یوزپلنگا به وجود بیاره، چون زاد و ولد یوزپلنگا در کشور بسیار محدوده. گوسفندها و بزها برای دامداران این دشت دارایی بسیار گرانبهایی هستند. دامها شیر، گوشت و پشم مورد نیاز آنها را تامین میکنند. محیط‌بانان و پژوهشگران از آنها می‌خواهند که سگ‌هایشان را بیشتر کنترل کنند. هدایای کوچک می‌تواند آنها را به انجام این کار ترغیب کند. برخی از زیستگاه‌های یوز زیستگاه شترها هم هستند که صاحبانشان به خاطر شیر و گوشتشان آنها را پرورش می‌دهند. اما یا تعداد زیاد حیوانات اهلی و حیوانات وحشی بر سر غذا و آب با هم رقابت نمی‌کنند. پژوهشگران امیدوارند با کمک تصاویری که دوربین تله‌ای ضبط کرده است پاسخی برای این سوال پیدا کنند. یک از فیلم‌ها موضوع جالبی را نمایش می‌دهد. یک شتر کنار آبشخور است، ولی او تنها نیست. بچه های همون مادران. آره احتمالا. ولی چرا دو تان؟ مگه اونا سه تا نبودن؟ یوزها هم میخواهند آب بنوشند. آیا آنها حمله میکنند؟ نه، شتر بر آنها غلبه میکند. این نشان می‌دهد که بعید است یوزها بتوانند دشمن جدی برای شترها باشند. اگه یه آبشخور به خاطر اینکه شتر در یه نوبت آب خیلی زیادی می‌نوشه خالی بشه، یوزپلنگا در وضعیت بدی قرار می‌گیرند، چون باید یه جای جدید برای آب خوردن توله‌هاشون پیدا کنند. در این منطقه گرگای زیادی وجود دارند.
پیمودن مسافت‌های طولانی‌تر ممکنه به معنی مواجه شدن اونا با گورکا باشه. اونا میتونن با خطرات دیگه‌ای هم مواجه بشن. از جمله برخورد با آدما و تضمینی هم وجود نداره که بتونن منبع آب تازه‌ای برای طولاشون پیدا کنن. باید راه حلی پیدا شود. حداقل 120 سان باید ما پایین فضا داشته باشیم که حیوان بتونه از زیر رد بشه. یک حصار با سیم خاردار ممکن است بتواند شترها را از آبشخور دور نگه دارد. بعد اینا چون مستطیلیه عرضش 4 متر گرفت. حالا بریم درستش میکنیم. باشه. در این صورت شترها باید برای یافتن آب به جای دیگری بروند. از کو بوزوا راه افتاد رفت کو پارک سیاکو که اون ور اردکان است. گروه سراغ صاحبان شترها می روند و در باره یوزها با آنها صحبت می کنند. آنها حتی می گویند گاهی این گربه سانان را دیدند، ولی خطری از جانب آنها متوجه شترهایشان نیست. در بیابان چشمه‌های شور زیادی وجود دارد که این حیوانات جان سخت می توانند از آنها برای ادامه حیات خود آب بنوشند، ولی به این آبشخورهای دستساز که توسط محیط بانان برای یوزها و سایر جانوران وحشی پر از آب می شوند دسترسی نخواهند داشت. شترها که پاهای بلندی دارند نمی توانند از زیر سیم خاردار حصار عبور کنند، از روی آن هم نمی توانند رد شوند. در مرکز نگهداری یوزپلنگ در تهران اتفاقی در حال رخ دادن است. کوشی تغییری را احساس کرده است. یوز نر متوجه علائم می شود. دلبر از راه می رسد. یک یوز ماده جوان 5 ساله. او نیز از چنگ شکارچیان غیرقانونی درآورده شده است. این دو گربه با احتیاط به هم نزدیک می شود. یوز نقش مهمی را در سنن ایرانی داشته است. هزاران سال آنها گرامی داشته می شدند. زیبایی و وقار آنها بر روی آثار صنایع دستی قدیمی به چشم می خورد. در بخش‌های از آسیا یوزهای جوان را گرفته و دست‌آموز می کردند. شاهان و خانها از آنها برای شکار استفاده می کردند. ولی این موضوع مربوط به زمانهای بسیار دور می شود. امروز مجسمه های یاد بود خاطره این جانوران شبه گونه را زنده نگه می دارند. روزی از سال را به یوزپلنگ ایرانی اختصاص دادند و کمپین های ویژه‌ای در مدارس برگزار می شود. طرفداران حفظ محیط زیست به برگزاری برنامه‌هایی برای آگاه سازی کودکان کمک می‌کنند. دانش آموزان چیزهای بیشتری درباره حیواناتی که در همسایگی آنها زندگی می‌کنند می‌آموزند و در مسابقات هنری شرکت می‌کنند. بسیاری از این کودکان هرگز یکی از این گربه‌سانان را ندیدند، اگرچه آنها در گستره تاریخی یوزها زندگی می‌کنند. برای مدت کوتاهی آنها در قالب این حیوانات فرو می روند. از آنها پس رنگ و بادن رفیق شما یوزپلنگ. از آنها پس رنگ و بادن رفیق شما یوزپلنگ. بدن دست
دست و پا کشیده، دوم بلندم کی دیده. والدین و خواهر و برادرهای آنها هم چیزهایی در ارتباط با حفاظت از محیط زیست می‌آموزند. پژوهشگران از این فرصت برای دادن توضیحاتی درباره یوزپلنگ‌ها بهره می‌برند و از اهالی می‌خواهند از شکار این گربه‌سانان خودداری کنند. در همین زمان در فاصله‌ای نچندان دور از روستا در بیابان دوربین‌ها هر حرکتی را در اطراف آبشور ضبط می‌کنند. یک بار دیگر یک آهوی ایرانی و گرگ‌ها، ولی سرانجام یک یوزپلنگ. شاید ماها زمان ببرد تا یک بار دیگر تصویر یکی از این حیوانات توسط این دوربین ضبط شود، چون این حیوانات در محدوده قلمرویی به مساحت صدها کیلومتر مربع پرسه می‌زنند. مسیر آنها حتی به جاده‌های پر رفت و آمد هم می‌افتد که می‌تواند باعث نگرانی شود. جاده‌ها یکی از مشکلات به وجود آمده بر سر راه یوزپلنگ‌های ایرانی‌اند. اونا قلمرو یوزها رو به اتکای کوچکتری تقسیم می‌کنند و یوزها نیاز به پیمودن مسیرهای طولانی دارند. تا به حال چندین یوز در جاده کشته شدند. مشکل دیگر وجود معادن مختلف است. چند دهه است که استخراج فلزات بخشی از مناظر این مناطق را ویران کرده است. سر و صدا و فعالیت‌های در حال انجام همه حیوانات را می‌تواند از این منطقه براند و کار محیط‌بانان را برای حفاظت از جانوران دشوارتر می‌کند. اگر به سمت جنوب حرکت کنیم، در مرکز ایران یوزها زیستگاه‌های دیگری هم دارند که سالها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد تحت حفاظت هستند. در ری انجیر و باف دو منطقه حفاظت شده میزبان یوز به شمار می‌روند و محیط بانان این مناطق ده‌ها بار یوزپلنگ را در طبیعت رویت کرده‌اند. البته گاهی اوقات در حال شکار قوچ و میش‌ها. این حیوانات از شکارهای مورد علاقه یوز هستند. قوچ و میش‌ها گاهی اوقات از ارتفاعات برای چرا و نوشیدن آب به کف دره‌ها می‌آیند. در پایین دره یوزها ممکن است فرصت شکار آنها را به دست آورند. محیط بانان به خوبی مسیرهای یوزها را در ارتفاعات می شناسند و به خوبی می توانند بگویند این جانوران از کدام نقطه تردد می کنند. اکبر جعفرپور پژوهشگران را به یک گذرگاه کوهستانی می برد و اینجا را بهترین نقطه برای کار گذاشتن دوربین می داند. دوربین طلایی باید به خوبی از دید پنهان شود، چون این حیوانات نسبت به نور و صدا بسیار حساسند. چندین دوربین ماها بدون هیچ تغییری در نقاط مختلفی که محیطبانان پیشنهاد می کنند باقی می مانند. بعضی از حیوانات متوجه دوربین تله‌ای می شوند. برخی هم اعتنایی به آن نمی کنند. این یوز قلمرویش را نشانه گذاری می کند. او تنها نیست. محیطبانان سعی می‌کنند با حفظ طعمه‌ها به یوزها کمک کنند.
خوش سالی های اخیر باعث شده جمعیت قوچ و میش ها به خاطر کمبود غذا در مخاطره قرار گیرند. سازمان حفاظت محیط زیست و بسیار از خیرین طبیعت به طور مرتب علوفه تازه خریداری کرده و در زیستگاه این جانوران توزیع می کنند تا بتوانند اثرات خوش سالی را کاهش دهند. پژوهشگران در آن نزدیکی به دنبال رد و آثار یوز می گردند و لازم نیست مدت زیادی به جستجو بپردازند. اسکلت یک قوچ بالغ که احتمالاً توسط یوزها شکار شده است. مغز و استخوان آن نشان می‌دهد که حیوان در شرایط جسمانی خوبی بوده. وضعش خوب بوده. دندونش رو بذار ببینم. این وسط رو ببین. یوزها شکار خود را در همان نقطه‌ای که آن را می‌گیرند می‌خورند و آن را خیلی جابجا نمی‌کنند. یوزهای ایرانی هم شب گردند و هم روزها آفتابی می‌شوند. آنها به سادگی از چیزی نمی ترسند، ولی اوزا همیشه به خوبی پیش نمی روند. گاهی سر و کله شکارچیان غیر قانونی هم پیدا می شوند. محیطبانان در دره انجیر با خبر شده اند. بشین. تنها بودی؟ بله. هیچ که همراهت نبود؟ نه. من نبود. تفنگت خوش شلیک شده. چطور؟ شکارچی دستگیر می شود. ماموریت به انجام رسیده است. حسین اکبری معاون اداره کل حفاظت محیط زیست یزد شاهد این رویداد بوده و راضی به نظر می رسد. خیالتان راحت باشد. آنچه دیدید فقط تمرینی برای انجام ماموریت های خطرناک بود. تا یه سدهی گذشته در جریان تلاش برای حفاظت از حیات وحشی ایران 116 محیطبان به شهادت رسیدند. به لطف همت و تلاش محیطبانان بسیاری از گونه های در خطر انقراض هنوز به بقای خود ادامه می دهند، از جمله این روباه و یک گربه وحشی که معمولاً مانند یوز به ندرت دیده می شود. در کنار آنها تعدادی کلابز جوان. و دوباره آنها. یوزپلنگانی که محیطبانان آنها را دو برادر نامیدند. آنها در کنار هم ماندند چون این کار شکار را برایشان آسان تر می کند. ولی هیچ یوز ماده‌ای در این اطراف یافت نمی شود. این چیزی است که گروه امیدوارند در اینجا پیدا کنند. چند کیلومتر آن سوتر آنها درختی را در بستر خشکیده یک رودخانه سیلابی مشاهده می کنند.
محلی برای ارتباط انواع جانوران در این بیابان. بسیاری از آنها اینجا را با بوی ویژه ادرار خود نشانه گذاری می کنند. آره اینجا است. عطرش خیلی عالیه. نه فقط بوهای تازه، بلکه آثار و علائم به جا مانده دیگر هم نشان می دهند که چه جانوری از اینجا گذشته است. به نظر می رسد که به تازگی یوزپلنگی در این مکان حضور داشته است. آنها امیدوارند ماده های مشخصی را که قبلا شناسایی شده اند یک بار دیگر در اینجا ببینند. ابتدا یک همسایه کوچک. بررسی فیلم های گرفته شده ناامید کننده است. آنها فقط مظنونین همیشگی را نشان می دهند. دو برادر در حال نشانه گذاری قلمروی خود. آیا یوز های ماده فقط به خاطر آنکه گوشه گیر ترند در تصاویر دیده نمی شوند؟ در دهه گذشته موارد زیادی از مشاهده یوزهای ماده به همراه توله هاشون گزارش شده. بنابراین اینجا مکانی برای تولید مثل یوزپلنگا بوده. ولی حالا نگرانی اصلی اینه که یوزهای ماده کجا هستن؟ اصلا هیچ یوز ماده‌ای در اینجا باقی مونده یا اینکه اونا به منطقه دیگه ای رفتن؟ امروز این چالش اصلی برای حفظ گونه یوزپلنگ در این کشوره. یوزهای ماده کجا هستن؟ کشتی دیگر با این موضوع مشکلی ندارد. ایمان معماریان، دامپزشک این مرکز، آمادگی دلبر را برای جفت‌گیری بررسی می‌کند. این حیوانات باید به طور طبیعی جفت‌گیری کنند. درباره لقاح مصنوعی آنها بررسی انجام نشده است. حیوان ماده پیام‌های بویایی روشنی را باقی می‌گذارد. دامپزشک بر این باور است که هنگام قرار دادن کشکی و دلبر در کنار هم فرا رسیده است. دلبر یکم کم روه و دختر خیلی خوشگلیه، ولی واقعاً گوشه‌گیره. خوشش نمیاد کسی مزاحمش بشه. دیدار آدم‌ها چندان براش خوشایند نیست، ولی کشکی یه پسر خیلی شجاعه. برای همین به هیچ کس اهمیت نمیده و تمام مدت دوست داره قدرت نمایی کنه. دامپزشک به آرامی دلبر خجالتی رو ترغیب میکنه که از حصار عبور کرده و وارد محوطه کشکی بشه. اگر زمان برای این کار مناسب نباشه، این دو حیوان منزوی به یکدیگر آسیب خواهند رسوند. چه پیش خواهد آمد؟ نشانی از پرخاشگری دیده نمی شود. با وجود این، از روی احتیاط این دو حیوان از نزدیک زیر نظر گرفته می شود. به نظر می آید که آنها با هم کنار آمده اند. احتمالاً چند روز دیگر طول می کشد تا آنها را دوباره در نزدیکی هم قرار دهند. این دیدار آنها را به کجا خواهد برد؟ حدوداً 700 کیلومتر آن سوتر به سوی جنوب، هنوز در منطقه حفاظت شده بفقه‌ای است، گروه رد تازه‌ای را دنبال می کند. محیط‌بانان بر این باور نیستند که این جای پنجه یوز بر روی درخت باشد. بیا بیمرتر. این جای پنجه یک پلنگ است. حیوان نیرومند که می تواند رقیبی برای جمعیت یوز پلنگ به شما راید. هیچ کس واقعا نمی دونه.
مطالعاتی که در آفریقا انجام شده نشون میده که پلنگا، شیرها و کفتارهای خالدار توله های یوزپلنگ رو میکشن و گاهی اونا رو از شکار خودشون دور میکنن. ما هنوز نمیدونیم این اتفاق برای یوز ایرانی هم میفته یا نه. پلنگ ها شب هنگام به شکار میپردازند و با راهنمایی محیطبانان افراد گروه از پروژکتورهای قوی برای دیدن آنها استفاده میکنند. با ساب نور مستقیم توسط چشمان جانوران میتواند به پیدا شدن آنها کمک نماید، البته فقط در تاریکی مطلق. شبهای زمستان کوهستانهای بیابانی ایران بسیار سرد و طولانی است. جستجو ساعت‌ها طول می‌کشد. پلنگ هم حیوان بسیار محتاطی است. بعد ناگهان آنها توقف می‌کنند و محیطبان اسقر خواجه چشمان روشن و بزرگی را می‌بیند. اون چی بود؟ پلنگی در دور دست، دو چشم سبز می درخشند و دوربین تله‌ای چه چیزی را ثبت کرده است. یک بار دیگر دو برادر، ولی موضوع این است که آنها اکنون در قلمروی پلنگند. این گربه‌سان بزرگ پیام‌های روشنی را می فرستند. اینجا به من تعلق دارد، اینجا قلمروی من است. افزایش جمعیت جانوران در منطقه حفاظت شده باف باعث شده که طبیعت‌گردها نیز جذب شوند، به ویژه جوانان که شور و اشتیاق زیادی برای طبیعت‌گردی دارند. دسته‌های بزرگ قوچ و میش و کل و بز جانورانی هستند که به سادگی طبیعت‌گردان در این منطقه می‌بینند. دوتا کل سفید داره، بقیه‌شون بزرگ. اون تو درزه رفته بالا که برفت پشت کوه. گرایش به طبیعت گردی در ایران یک پدیده کهن است. توجه این گردشگران به حیات وحش ممکن است منجر به حمایت بهتر از همه حیوانات شود که در نهایت یوزپلنگان را هم بی بهره نخواهد گذاشت. محیطبانان با تجربه ای مانند علی خواجه این گروه را همراهی می کنند. قوچ و میش ها بله، ولی گربه‌سانان را نمی توان به سادگی دید. کمترین سر و صدایی حیوانات سمدار را فراری می دهد، چون یک شکارچی در این حوالی حضور دارد. یک پلنگ ایرانی، یکی دیگر از گربه‌سانان در معرض خطر ایران. تخمین زده می شود که تعدادشان بیش از 800 تا در سرتاسر کشور نیست. گاهی آنها را به خاطر پوستشان شکار می کنند، ولی گاهی اوقات هم جانشان را بر سر شکار دامهای روستاییان می گذارند. خوشبختانه در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست با راه اندازی برنامه بیمه پلنگ و پرداخت خسارت افرادی که دامهایشان بر اثر حمله پلنگ از بین رفته باشد، تلاش زیادی برای حمایت از این حیوانات می کند. در رسانه ها خبری منتشر شده است که یک یوزپلنگ زخمی در پناهگاه حیات وحش میاندشت کشته شده است. یک یوزپلنگ نر
خوشبختانه او ماده نیست. احتمالاً حیوان توسط شکارچی‌های غیرقانونی شکار شده است. زخم آشکاری ندارد ولی گردنش شکسته است. از دست دادن حتی یه یوزپلنگ هم خبر وحشتناکیه. از دست رفتن یه یوزپلنگ یعنی از دست رفتن بخش کوچکی از جمعیت اونو در ایران. ولی امیدهایی هم وجود دارد. آبشخورهای جدیدی در زیستگاه‌های یوزپلنگ ساخته شدند. نکته جالب در مورد آن این است که مسئولین معدن سنگ‌آهن برای حفاظت از محیط زیست بانی این اقدام شدند. برای جبران خسارتی که آنها هنگام تلاش برای بهره برداری به طبیعت وارد می کنند، سرمایه گذاران خصوصی رویکرد تازه‌ای را در پیش گرفتند. در نتیجه جانوران وحشی حتی در نزدیکی سایت های معدنکاری نیز دیده می شوند و در واقع این تلاش برای شکل دادن به نوعی همزیستی است. پژوهشگران می خواهند بیشتر درباره این همزیستی بدانند. سید جلال موسوی از اداره حفاظت محیط زیست باف راهنمایی می کند که دوربین های تله‌ای را سر آبشخوری در نزدیکی معدن کار بگذارند. در چشمنداز نچندان زیبای معدن سنگ‌آهن. عملیات حفاری موجب آزار و رانده شدن کلوبوس‌ها و طبیعتاً یوزها می شود. اما اگر شرایط امنی برای جانوران فراهم شود، این آبشخور در مجاورت معدن می تواند حیوانات وحشی را به سوی خود جذب کند. گروه به میاندشت در شمال شرقی ایران باز می گردند تا دوربین های تله‌ای که در آنجا گذاشتند را بررسی کنند. مقصد آنها آبشخوری است که حصار شتر روی آن نصب شده است. کارت حافظه پر است. پژوهشگران هیجان زده شدند. اینا خالی کردین رمش اون سری که گذاشتین یا نه؟ خیلی گرفته. حیوانات زیادی به اینجا سر زده اند. ولی اصلا چیزی نمیگه اینجا همش میشه. یک کفتار راه را. شاید خطری احتمالی برای طول یوزها باشد. دوربین برخوردهای عجیبی را هم ضبط کرده است. عقابی که به یک آهوی نر زور زده است. به لطف حصار شتورها دیگر در تصویر دیده نمی شوند. ولی یوزپلنگ ها چطور؟ سرانجام یکی و فقط این نیست. یک توله یک ساله که مادرش را دنبال می کند. این که به نظر نمیاد ها، این خیلی جوان‌تر است. مقایسه تصویر با کارت های عکس نشان میدهد که این ابر مادر است. او را به این اسم میشناسند. 3 سال بود که او را ندیده بودند. چه ثبت خوشایندی. حالا ما متوجه شدیم که اون برگشته. شاید اون اینجا بوده ولی تصویری ازش گرفته نشده. ولی به هر حال اون هنوز زنده است و این بار یه طوله هم داره که حدود 1 سالشه. واقعا اون یه ابر مادره. اون واقعا مایه امید یوزپلنگای میاندشته، چون اون تا الان 4 تا طوله رو بزرگ کرده و هنوزم میتونه طوله های دیگه ای رو به دنیا بیاره. برخلاف آفریقا، یوزپلنگ های ماده در ایران حداکثر 4 توله به دنیا می آورند. مواد غذایی و کمبود آب می تواند تعداد توله های آنها را محدود نماید. بسیار خوب. دست کم اکنون در میان دشت 2 ماده بارور با توله هایشان شناسایی شدند. ولی تعداد آنها هنوز زیاد نیست و در خطرند، چون خبر مربوط به کشته شدن یوز هم مربوط به همین منطقه بوده است.
افراد گروه میخواهند با چوپانها صحبت کنند. برای پیشگیری از کشته شدن یوزهای دیگر به خاطر ترس و پیش‌داوری، دادن اطلاعات درست به روستاییان ارزش حیاتی دارد. ما که در این مدت شاید از 40 سال 45 سال استان داریم، هنوز نه به گوسپند ما یوزپلنگ آمدن، نه دیدیم حقیقت، ولی مگن هست. روستاییان نمیتوانند باور کنند که این گربه سانان انسان‌گریز در مراتعی آنها زندگی میکنند، ولی شواهدی را میتوان به آنها نشان داد. فیلم هایی که توسط دوربین های تله‌ای گرفته شده است. طوله داشته باشه، مادر دفاع میکنه و ممکنه حمله کنه. یوزهای ایرانی برخلاف عموزاده های آفریقاییشان حتی به برف هم عادت دارند. در واقع ایران تنها نقطه‌ای در دنیا است که یوزها را میتوان به صورت طبیعی در برف مشاهده کرد. یکی از چوپانان اطمینان میدهد که هرگز به یوز آسیبی نرساند. حسین هراتی از اداره حفاظت محیط زیست جاجرم چوپانها را برای کمک به حفاظت از یوزها دعوت میکند. برخی روستاییان در زیستگاه‌های یوزها توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان محیطبان استخدام شده و آموزش داده می‌شوند. در نتیجه حفاظت بهتری از یوز و زیستگاه آن صورت می‌گیرد. با این اقدام در کنار جلب مشارکت مردمی می‌توان به آینده یوز امیدوار بود. در تصاویر یوزپلنگا رفتارهایی برای مشخص کردن قلمرو خودشون انجام میدن که نشون دهنده اینه که شاید اونا انتظار حضور یا عبور یوزپلنگای دیگر رو از قلمرو خودشون دارن، که نکته خوبیه، چون شاید یوزپلنگایی وجود دارن که ما موفق به شناسایی اونا در طبیعت نشدیم. در واقع به عبارت دیگه ممکنه جمعیت اونا بیش از اونی باشه که ما تصور میکنیم، ولی این فقط یه گمان زنیه. ما به شواهد بیشتری برای اثباتش نیاز داریم. بر اساس ماموریت‌هایی که برای یافتن شواهد انجام دادند، پژوهشگران ایرانی اکنون بر این باورند که تعداد یوزهایی که هنوز در ایران زندگی می‌کنند کمتر از 50 عدد می‌باشد. این یعنی نادرترین گربه‌سان دنیا. گروه به تهران باز می‌گردد تا گزارشی به سازمان حفاظت محیط زیست که متولی اصلی حفظ طبیعت در کشور است ارائه کند. اینجا دفتر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی است. پروژه‌ای که به صورت یک برنامه مشترک بین برنامه عمران سازمان ملل متحد و دولت ایران طرح‌ریزی شده است. مدیر این پروژه هومن جوکار مشتاق شنیدن گزارش سفر اخیر است. نگرانی جدی این است. در پهنه‌ای وسیع که جاده‌ها و معادن متعدد آن را هدف گرفتند، یوزهای کمی باقی مانده‌اند. ما باید سخت تلاش کنیم تا دریابیم که چرا جمعیت یوزپلنگا افزایش پیدا نمی‌کنه. اگه این مشکل ژنتیکی باشه، شاید کار چندانی از ما برای بهتر کردن اوضاع ساخته نباشه. ولی اگه این یه مشکل زیست محیطی باشه، باید اطلاعات کافی گردآوری کنیم تا ببینیم برای نجات اونا چه کاری میتونیم انجام بدیم. کمپین‌های ملی در حمایت از یوز ایرانی راه اندازی شدند. تصویر این گربه‌سان زیبا روی لباس تیم ملی فوتبال ایران نقش بسته است. برنامه عمران سازمان ملل متحد و دولت ایران پیش از این 3 میلیون دلار برای حفاظت از این گربه‌سان سرمایه گذاری کردند. خطوط هوایی هم به کمپین پیوستند و شرکت پست ایران یکی از تمرهای خود را به نقش یوزپلنگی آراسته است که عکس آن توسط یک دوربین تله‌ای در بافق یزد گرفته شده است. یوز ایرانی نباید یک شبح فراموش شده باقی بماند. در پارک پردیسان تهران کوشکی هم دست به کار شده است.
گوشی رابطه دوستانی با دلبر پیدا کرده است. به نظر می رسد که بردباری دامپزشک به نتیجه رسیده است. همه آمدن تا شاهد این موفقیت باشند. کوشی گرایش بیشتری را به یوز ماده نشان می دهد. هرچه باشد دلبر یعنی دوست داشتنی. در مرکز پایش پارک پردیسان برخوردهای امیدوار کننده به ثبت رسیده است. دلبر پیش از این هم باردار شده است، ولی با سقط جنین روبرو شده است. دامپزشک این مرکز میگوید این در میان گربه سانان جوان غیر معمول نیست. شاید دفعه بعد او بخت بهتری داشته باشد. خبرهای خوبی در راه است. به نظر می رسد که هر دوی آنها به هم علاقه مند شدند و کوشکی در سن ایدئال باروری قرار دارد. اون می تونه پدر چند تا توله باشه و اگه بتونه با موفقیت جفت‌گیری کنه، این اتفاق شاید بتونه امیدی برای احیای زیستگاه‌هایی باشه که زمانی در اونها یوزها جولان می دادن. گوشی به این شبه نام و چهره بخشیده است. شاید ناجی دوستان خودش برای ادامه حیات در طبیعت هم بشود.